خب بیندای گرامی، شما تو که گزارشات شنیدین، امروز بخش دوم جرگه امن در پاکستان برگزار شد و هیئت افغانی هم به پاکستان رفتن و در اونجا مذاکرات شروع و ما برای روشن شدن بیشتر این مسئله همین لحظه یکی از کارشناسای بسیار سرشناس کشور خود محترم آقای احمد سیدی را به لین تلفن از کابل داریم که معلومات بیشتر از اونا میخواییم بشنویم. جناب سیدی صاحب، برای شما سلام تقدیم میکنیم. لطف میکنیم، مرحمت میکنیم. جواب سیدی سه، به جایی که گزارش ها میرسانه، امروز بار دیگر جرگه امن شروع شد و شما میرد، اگه یک توضیح مختصر بتین که چقدر شرایط فعلی چقدر اهمیت داره برای افغانستان، برای تامین امنیتش، و آیا دستاورد خواهد داشت در آینده یا نه؟ از دیدگاه ما این جرگه معمولاً بین دو قوم یا بین دو قبیله که جنگ می باشه، سران موسفیده و معززین روحانیون جمع میشن، جرگه را تشکیل میتن. این جرگه یک جرگه عنعنوی پشتون ها هست، اما مجلسی که امروز به اسلام آباد دایر شده، این مذاکره از دیدگاه بین دو حکومت است، به خاطر اینکه از این طرف هم بعضی از وزیرها و والیها اشتراک دارن، از اون طرف هم والیها و وزیرها اشتراک دارن. بنان این مجلس بین دو حکومت است، اما این را نامش که جرگه ماندن یا جرگه ماندن به خاطر از این که از دیدگاه این تعداد زیاد بوده، گفتن آسان تر است که نام از این جرگه مانیم. از جانب دیگر از دیدگاه این مشکل افغانستان، مشکل پاکستان، اول اینا مشکل منطقوی است، مشکل فرا منطقوی است، توریزم یک مشکل جهانی است. با این مجلس ها، با این جرگه ها به هیچ صورت توان و امکانات از او به وجود نمیاد که بتانه همچون معضله جهانی و منطقوی را حل کنه. برای مهار کردن مشکل افغانستان و پاکستان و جهان، یک تر و یک استراتژی علمی دقیق، اول منطقوی بعدا فرامنطقوی ضرورت است. این دوستای ما کنجه رفتن روی یک اجندا بس میکنن، معمولا در جرگه ها مخالفین اشتراک میکنه، در این جرگه مخالفین نیست. و جانب دیگر جرگه جرگه عنعنه پشتون هاست، به عنعنه پشتون ها پنجابی ها و سندی ها باور ندارن. و از دوم استخبارات پاکستان علاقه من نیست که یک عنعنه پشتون که او هم زیادتر افغانی باشه پیروزه. من پیروزی از این جرگه که بتانه گره موجود واس کنه باور ندارم. پس رای حل چیز جناب سیدی صاحب؟ معمولا در طول تاریخ ملت ها تانسته سرنوشت تعیین کنه، کمتر حکومت ها تانسته. به احساس از دیدگاه ما باید امریکا، انگلیس و بالاخره جامعه اروپا در مجموع سیاست هایی را که در افغانستان پیش رو دارن از استراتژی های شخصی خود بگذارن، با یک استراتژی واحد و همه جانبه توافق کنن. منافع خود را اگر مد نظر میگنن، حداقل منافع افغانستان و منطقه را مد نظر بگیرن. با همی استراتیجی ها و تاکتیک هایی که جامعه اروپا و امریکا در افغانستان عمل میکنه، من کمتر باور دارم که کاروان صلح افغانستان و پاکستان به منزل مقصود برسه. و حالاتی که در منطقه حکم فرما است، به خصوص در پاکستان، این حالات به زودی نمیتونه مهار شه. اگر جلویش دنیا نگیره، من فکر میکنم که در کشورهای آسیای میانه و منطقه رشتر میشه. و القاعده به این باور است که هر کس جنگ ها فرا منطقه میشه، به اون اندازه به نفع القاعده است، نه محدود در مناطق قبایلی. آقای سیدی، در حالت که مقامات دولت افغانستان میگه که ما میخواییم مذاکره را با طالب ها شروع کنیم و امروز هم ما یک گزارش داریم که امریکا نام ملا محمد عمر سرکرده گروه طالب ها را از لست سیاه خود پس میکنه، در این حالت برگزاری جرگه هم چی مفهومی را ارائه میکنه؟ از دیدگاه ما، کسانی که شامل لست سیاه هستند، شما میفهمین که شورای امنیت ملل متحد نشستی کرده و نام یک تعداد را شامل لست سیاه کرده و بعدا قوای خارجی با در نظر داشت همی لست سیاه به افغانستان آمده. اگر کسانی که در لست سیاه بوده اونا دیگه در لست سیاه نیستن، پس موجودیت قوای خارجی و آمدن قوای خارجی از نگاه حقوق بین الدول تحت سوال قرار میگیره که اگر در افغانستان توریزمی نبوده، این آقای ها را کی میوان کرده بوده که به افغانستان آمدن؟ این یک مسئله حقوقیه که باید حل شه. و جانب دیگر
سال گذشته ما جرگه داشتیم، مصارفی کردیم، 300 نفر اشتراک کردن. همون دستاوردهایی که جرگه سال گذشته داشته که امنیت ما خرابتر شده، وضع ما برانیتر شده، همین جرگه هم همون دستاوردها را داره. جواب سیدی صاحب، دمی اواخر وقتی که حرف از مذاکره با طالبا هست، نام حکمتیار سر زبان نمیه، یعنی تنها مذاکره با طالبا هست. چی فکر میکنین که آیا اینا یک جبهه را بسته میکنن، جبهه دیگر را باز نگاه میکنن، چطور است؟ نه، من به این تا باور دارم که حکمتیار غیر از شخص حکمتیار، دیگه از حکمتیار در درون دولت مانند وزیر اطلاعات و کلتور و اشخاص دیگه در درون دولت وجود داره. حکمتیار با دولت در پرنسیب هسته اساسیش داخلی کابینه و داخلی حکومت است، تنها خودش نیسته. و مشکل اساسی هم در طول تاریخ حکمتیاری است که حکمتیار چوکی وزارت و این چیزا را به خود بسیار ننگ میدانه و چوکی ریاست جمهوری را آقای کرزی به اونا نمیته. بنان آمدن از خارجی خارج از دشواری ها نیسته. سلامت باشین. یک سوال آخری که دارم ایست که شما بارمندی تان نسبت به مذاکرات که گاه میگن علنی بود و رسمی بود و گاه میگن غیر رسمی بود که در عربستان صورت گرفت و آقای اسپنتاد در یک مدت زمان او را رد کرد و باز قبول کرد که قرار است باز در یکی از نقاط که معلوم نیست در کجا برگزار میشه، چی هست که دستاورد خودش برای ملت افغانستان یعنی؟ من به یقین هستم که سیاست ها در افغانستان استراتژی نیستن، همیشه زاگزیکی و تاکتیکی هستن. من مذاکراتی را که میگون، من به یقین هستم که عربستان سعودی، انگلستان و پاکستان پافشاری دارن که با مخالفین مذاکره شه. روی مجبوریت ها، روی مجبوریت ها که یعنی سعودی ها، عرب ها خفه نشه، انگلیس ها خفه نشه و پاکستان هم خیلی خفه نشه، آقای کرده هم سر می جنبانه. ولی امریکای ها تا کنون با استراتژی واحدی به این مذاکره نرسیدن. تا وقتی که امریکا، انگلیس، کشورهایی که در افغانستان حضور دارن با یک استراتژی و طرح واحد نرسن، رفت و آمدن ها زیاد میشه. با این مذاکره تا حال شکل فامیلی ره و این مذاکره مذاکره ملی نیست. هر وقتی که در سطح ملت مطرح شد میشه که در بارش بحث کرد. حال مذاکره شکل فامیلی و ولایتی ره داره. ببخشید مرا. ما جناب سیدی صاحب از شما سپاس میکنم که با وجود مصروفیت ها حاضر شدین لحظات با ما در تلویزیون سیمای افغانستان صحبت کنین. سپاسگزارم از شما. سلام احمد دوستارو بودیم.